سالهای اولی که به سوئد آمدم یه شب یه خواب خیلی قوی دیدم که هنوز پس از 30-40 سال فراموشش نکردم و دائم به یادمه و همین این روزها این خواب معنیش رو برام ظاهر کرد. خواب دیدم توی کاخ قدیمی متروک وحشتناک سیاهی هستم گیر افتادم که قصری مثل دراکولایه و اون آدمایی که اونجا هستن همه دراکولایی هستن و دندونایی چیز دارن و همه میخوان منو بگیرن، سیاه، تاریک، وحشتناک و میخواستن منو بگیرن، بکشن، نمیدونم. خیلی ترسیده بودم و شروع کردم از دست اینا فرار کردن و در رفتن و دویدم و از یه باغ سیاهی رد شدم و یه دباز دنبالم بودن ولی پشت درخت قایم شدم. به هر صورت خیلی سریع دویدم و اونام داشتن پشت سرم می آمدن تا من رسیدم به یه جاده. به یه جاده رسیدم، اسفالت بود و خیلی خوشحال شدم که حالا جاده است، امیدوارم ماشین بیاد. رومو برگردوندم و دیدم وای عجب شانسی آوردم. نور دو چراغ یه ماشین رو دیدم که داشت می آمد. پریدم وسط خیابون و دستامو باز کردم و استوب کردم، یعنی گفتم که نگه داره. و اینقدر خوشحال بودم با سرعت در ماشین رو باز کردم و اون ادم و دراکولاها با دندونای درازشون و لباسای سیاه و صورتهای وحشتناک سفیدشون دنبالم بودن و به سرعت در ماشین رو باز کردم، پریدم تو ماشین رو در بستم، گفتم آقا تو رو خدا تون برو گاز بده، فقط گاز بده. و بعد پنجه های دراکولا دیگه داشت کم کم به شیشه ماشین میخورد که گاز داد و رفت و اونا همینجور با ناخن انگشتای دراز وحشتناکشون پشت واسطه بودن و ما فرار کردیم، ما رد شدیم، رفتیم، گاز داد رفت و من اینقدر شاد بودم یه نفس راحتی کشیدم و خواستم از راننده تشکر کنم که تو آینه روبرو رو نگاه کردم دیدم که اونم یه دراکولاه، صورتشو برگردونه، اونم دندونای تیز دراز داره و از هموناست و به من خندید. معذرت میخوام، الان بعد از سالها که اینجا آمدم معنیشو کاملا حس میکنم. شاید بدین معنیه که من اونجا حس میکردم یه عده اذیتم میکنن، یه عده دنبالم هستن، اونجا آرامش ندارم، میخوام فرار کنم. این ماشینی که سوار شدم این سفری بود که آمدم، امید داشتم، پریدم توش، آمدم، گفتم نجات پیدا کردم، نشستم تو ماشین و آمدم و خواستم از راننده تشکر کنم. حس کردم این راننده فرشته نجات منه، این رانندهی که همین جایی ها بودن، همین خارجی ها بودن که من فکر کردم اینا فرشته نجاتن، اما اینا هم یکی از همونا بودن، اینا هم به خون ما تشنه بودن، همه به خون ما تشنن، هیچ کس ما رو نمیخواد، هیچ کس، ما تنها هستیم، چه اونجا و چه اینجا، فقط همدیگر رو داریم، فقط دست همو بگیرید، به هم دشنام ندید، از هم دلخور نباشید، گروه تعیین نکنید، دست همو بگیرید و با هم باشید و عذر میخوام به دنبال درک و دانایی و شعور باشین، درک و دانایی و شعور، هرچی خوب میدونید به هم یاد بدید. تنها راه نجات محبت به همدیگه است و به دنبال شعور و درک و دانایی رفتن و روی پای خود ایستادن و دست همدیگه رو گرفتن. ما فقط همدیگه رو داریم و نه هیچ.